لطیف‌ترین جملات زیبای مادر ترزا برنده جایزه صلح نوبل. انسان‌ها را از دور دوست داشتن کار دشواری نیست. دوست داشتن آنهایی که به ما نزدیک هستند کار دشواری است. تنهایی و احساس اضافی بودن بزرگترین فقر است. بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه بسی آسان‌تر از کاهش تنهایی و دردرنج انسانی رانده شده در خانه خودمان است. عشق را به خانه خود بیاورید، چرا که عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم. اگر نمی توانی 100 نفر را غذا دهی، پس به 1 نفر غذا بده. یکی از چیزهایی که بیشترین آسیب را می رساند این است که برای کسی مهم نباشی. کلمات محبت آمیز می توانند کوتاه و سخن گفتن آنها آسان باشد، ولی بازتاب آنها واقعا بی پایان است. دعا کردن خواهش نیست، بلکه قرار دادن خود در دستان خدا و گوش دادن به صدای او از کنه قلب است. محبت توری است که روانها را صید می کند. بیایید همیشه یکدیگر را با لبخند ملاقات کنیم، چرا که لبخند آغازگر عشق است. برهنگی تنها به یک تک پارچه بستگی ندارد. برهنگی یعنی بی‌توجهی به انسانیت و شرافت انسانی و شخصیت انسانها. هیچ یک از ما نمی توانیم کارهای بزرگ بکنیم، ولی می توانیم کارهای کوچک با عشق بزرگ انجام دهیم. این قانون طبیعت است که کار نیکی که امروز انجام می دهید فردا فراموش می شود، اما کار خوب باید انجام داد. آرامش با یک لبخند شروع می شود. شناخت خود به معنای ناخدای خود بودن است. عشق در خانه آغاز می شود و معیارش این نیست که چقدر عشق به خرج می دهیم، بلکه چقدر عشق در کارهایمان به کار می گیریم. اندازه کردارهای ما مهم نیست، بلکه میزان عشق و دقتی که در آن وجود دارد مهم است. اگر بخواهی مردم را قضاوت کنی، هیچ فرصتی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت. اگر دعا کنیم، ایمان خواهیم داشت. اگر ایمان داشته باشیم، محبت خواهیم نمود و اگر محبت کنیم خدمت نیز خواهیم کرد. من نمی توانم کاری که شما می کنید را انجام دهم. شما نمی توانید کاری که من می کنم را انجام دهید. با هم دیگر ما کارهای بزرگی می توانیم انجام دهیم. ممکن است بیان عبارت محبت آمیز ساده به نظر برسد، اما بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه می یابد. هیچ وقت تأثیر تمام کارهای خوبی که لبخندی ساده می تواند انجام دهد را نخواهیم دانست. چیزهای کوچک
به راستی کوچک هستند، اما امین بودن در چیزهای کوچک کار بزرگی است. عشق میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش میرسد. یکی از بزرگترین بیماری ها این است که برای دیگران هیچ کسی نباشی. شادی سبدی از عشق است که با آن می توان به روح دست پیدا کرد. بدون شک یک قلب شاد نتیجه قلبی است که از عشق برافروخته است. اگر مهربان باشید، ممکن است مردم شما را متهم به چاپلوسی کنند. با وجود این، مهربان باشید. کار بزرگ عبارت است از انجام کار کوچک با عشق زیاد. اگر می‌خواهیم پیام عاشقانه‌مان دریافت شود، باید آن را بفرستیم. اگر می‌خواهیم چراغی را روشن نگه داریم، باید مدام در آن نفت بریزیم. محبت‌آمیزترین واژه در دنیا واژه نامهربانانه ایست که هرگز بازگو نشود. خداوند به ما دستور نداده که کارهای بزرگ بکنیم، بلکه باید کارهای کوچک را با عشق بزرگ به انجام رسانیم. سکوت ژرف را به مثابه لحظاتی مقدس و گرانبها پاس بدار. لحظاتی برای پناه جستن در سکوت زنده خانه آفریدگار. سکوت بینشی نوین از زندگی به ما می دهد. در این بینش وجود ما سرشار از لطف او خواهد شد، بارقه ای که امکان می دهد تمام کارها را با خوشی به پیش ببریم. محبت راستین اندازه نمی گیرد، فقط می بخشد. در سکوت گوش فراده، چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد، نمی توانی صدای آفریدگار را بشنوی. عشق را در هر جا که هستید توزیع کنید، بگذارید همه مشتاق شما باشند. از آینده ترس داریم، چون امروز را هدر داده ایم. اگنس گونجا، معروف به مادر ترزا، راهبه کاتولیک آلبانیایی و تأسیس کننده جمعیت مبلغان خیریه در کشور هند بود. مادر ترزا هم در طول حیاتش و هم پس از مرگش شخصیتی بحث‌انگیز بود. او به خاطر فعالیت‌های خیرخواهانش بسیار تحسین می‌شود. در سال 1982 مادر ترزا در اوج محاصره بیروت توانست 37 کودک را که در بیمارستان خط مقدم گرفتار شده بودند با آتش‌بسی میان ارتش اسرائیل و چریک‌های فلسطینی با همکاری سازمان ملل نجات دهد. تاریخ تولد 26 آگوست 1910. تاریخ وفات 5 سپتامبر 1997. روحش در آرامش ابدی.